با درود خدمت همه شما عزیزان، بینندگان تلویزیون ایران فردا، پیام دهندگان به ایران فردا، نویسندگان در فیسبوک، در سایت ایران فردا، در حال ازتون ممنونم که اینقدر لطف دارید. اما بذارید همین اول بگم، به خدا من وقتی میگم ما منتقل میشیم به ستلایت دیگه بیهوده نمیگم. دوستانی که عجله میکنن نمیدونن این طرف چه خبره. کار همچی ساده ای نیست که یک شب انجام بده. ما برنامه بود اول نوامبر بریم، همه کارا رو هم کرده بود، 100 تا مسیج اومد. بعد با آدم های متخصص صحبت کردم، آقا نرید رو هات برد، بیاید رو یاست. خب حالا رو یاست بریم اروپا رو چیکار کنیم؟ صحبت کردیم، آقا رو اروپا مشکلی نیست، مسئله نیست. الان جی ال ویز با این شبکه بزرگی که عطا معینی عزیز برقرار کرده پوشش میده همه جا رو، نگران نباشین، جی ال ویز به زودی به ایران هم میرسه. خب خوشحال شدم. بعد رفتیم دنبال یاست، تعهدمون به یوتلسات بود. همه اینا مسائلی است که به نظر ساده است، ولی این ور که شما هستید، چه در قسمت اداری و مالی و چه در قسمت فنی، تمام مسائل باید با هم هماهنگ بشه. اما من قولی که بهتون دادم، تصویر ایران فردا به بهترین شکل به خونه های شما، به ویژه در خانه پدری برسه. عجیب دلم تنگ شده، صحبت میکردم با مادر و این آرزوی هزار ساله او که روزی بار دیگر بر سفره او نشسته باشم. خب آرزویست که با ماست. اون روزی که بلند شدیم نان سنگک 1 تومان بود، حالا 1000 و خورده‌ای، 1000 تومان. یه نکترم بگم، بعضی از دوستان عزیز ایران فردا، بینندگانمون، پیام هایی برای من میدن که من پخش اون پیام ها رو از در تلویزیون به مصلحتشون نمیدونم. مثلا یه دفعه شماره تلفنشون رو میگن که من از همکاران میخوام اون تیکر قطع کنن، چون بهتون گفتم شاهد من، دوستان من و همکارانم هم هستن اینجا، هیچ سانسوری در پیام ها نیست. اصلا پیام ها رو من گاهی اوقات میگم، یک دوست من هست آرش، او میگم که وقتی میگیره پیام ها رو گوش بده برای من بفرسته، من دیگه گوش نمیدم، چون ممکنه یه مطلبی باشه ناراحتم بکنه، مثلا انسان دیگه، میگم همینجوری پخش کنیم. اما چند نکته رو رعایت کنید. اونایی که در داخل ایران هستن شماره تلفنشون رو نگذارن، این اسباب زحمت میشه. من برنامه روز جمعه هم اگر ملاحظه فرموده باشید، در رابطه با کارهایی که رژیم داره میکنه، که حتی این 4 تا 5 تا شبکه خطای خصوصی هم که شرکتایی دارن به شما خط میدن که با امریکا و با اروپا صحبت کنی، اینا هم در اختیار بگیره، و همینطور مسئله اینترنت رو، من نگران شما دارم، نمیخواد خدای ناکرده به خاطر تماس با ما مشکلی برای شما پیش بیاد. همه احتیاط ها رو بکنید و در این حال میگم کارت بگیرید، با کارت تلفن بزنید، به این صورت باشه. حالا این از این. اما بعضی هم تلفن میزنن راجع به افراد صحبت میکنن، مثلا فلان آدم خائنه، فلان آدم آدم بدیه، جنایتکاره. من اگر اون آدم رو بشناسم خودم، خب شکی نیست، مسئله نیست. اگر اون آدم رو نشناسم، تا زمانی که در رابطه با اون آدم دقیقاً نپرسیدم، چک نکردم، از اونایی که ممکنه بشناسنش پرسجو نکردم، این پیامو پخش نمی‌کنم. این سانسور نیست، این رعایت حقوق فردی است که اسمش در اونجا آمده. کسی تلفن میزنه میگه آقای مثلا حسینی که در فلان جا کار میکنه آدم خائن و دزدیه، من از کجا بدونم این یک تصفیه حساب خصوصی نیست؟ و این وقتی پخش بشه چه لطمه‌ای به زندگی حسینی زدم؟ در برابر فرزندانش، همسرش، خانوادش چی میتونم بگم؟ اینه که یه خوده در این موردم من اگر احتیاط میکنم، قبول کنید که این احتیاط بی دلیل نیست. مثلا بانوی زنگ زده بودن درباره فرزند نادر، فرزند یکی از امیران ارتش گفته بودن، از امیران زمان پادشاه فقید.
که این فرزند که با خیلی نزدیک بود با دربار با مرحوم تیمسار اویسی، فرزند اسمشو از نادر عوض کرده و همه کاره آقای خامنه ای شده و بر دست آقای خامنه ای شده. من تحقیق کردم دیدم این خانم درست میگه و راست میگه، حتی این آقا اسمشو عوض کرده و در صدد بودم اینو اینجا عنوان کنم. بعد یک لحظه پیش خودم فکر کردم پدر این آقا از امیران بزرگ ارتش ایران بود. در زمان انقلاب این آقا سن خیلی بالایی نداشته. خب آیا به دلیل اینکه پدرش امیر ارتش بوده اگر امروز اومده و داره تو دستگاه کنار آقای خامنه‌ای کار میکنه، آیا من مجازم به بقیه خانوادم لطمه بزنم؟ هنوز در تردیدم. تا اینکه یکی از کسانی که از منابع خوب منه رفت و درباره این آقا تحقیقات مفصل کرد و اطلاعات دقیقی با عکس و تفصیلات برای من فرستاد که در هفته های آینده در یکی از برنامه هام جدای از این مطلب در بررسی اعضای دفتر آقای خامنه ای به او هم خواهم پرداخت. آرتین عزیز، دوست زنده یاد مجتبی میرزاده، دوست عزیز هنرمندم که چه زود ما رو ترک کرد، پیامتون رو گرفتم و حتما با شما تماس خواهم گرفت. اما خیلی جالب، من اینجا براتون تو برنامه هام یکی دو بار از آقا سیف گفتم، آقا سیفی که پدرم از او خواست و کلاس هفتم بودم به من عربی بیاموزه، روحانی که امامه انداخته بود پشت به این اهالی ولایت جهل و جور و فساد و تزویر کرده بود، آزاد مرد آزاده، قد کوتاهی داشت، عباءکی بر دوش و کلاهی بر سر، آذربایجانی هم بود، زیباترین شیوه تدریس رو در صرف و نحو عربی داشت. چقدر از او یاد گرفتم. رمانی نوشتم، خاطرات مرحوم آقا سیف، و در اون همون موقع و بعدم الان نمیدونم کجاست، میخواستم چاپش کنم. آقا سیف به گردن من دین بزرگی داره و از یاد نمیبرم. اما بعد از چه سال بعد از بیشتر از نیم قرن پیامی من دریافت کردم از دختر ایشون که ضمن اشاره به این که از پدر بزرگوارش من به نیکی یاد کردم اشاره کرده بود که از بینندگان برنامه منه و همیشه برنامه رو میبینه و سپاسگزار بود از این که یاد و خاطره پدر بزرگوارشو چنین گرامی داشتم. من وظیفم بوده و حتما این کار رو میکنم. خب حالا بریم پیام ها رو گوش بدیم. هموطن عزیزی چنین میگوید: سلام آقای محترم، من برنامه شما رو هر روز میبینم و خیلی خوشحالم. من از اسرائیل صحبت میکنم. هر کسی که میخواست بیاد مثل آقای احمدی نژاد و بعد از اون، هر وقت من پرسیدم گفت هر ایرانی میدونه بیا به مملکت خودش. ولی من از چیزی که میترسم، برای اینکه من اسرائیلی هستم نمیتونم بیام. چیزی که خواستم بگم، من اونجا یه برادر خودم که مهندس بود از دست دادم، پدر ما مادر ما، یه برادر دیگه هم دارم اونجا، خیلی دلم میخواه بدونم حالش چطوره. اصلا تلفن نمیدونم بهش بکنم، نمیدونم کجا هست. خیلی ممنون میشم اگر اینکه بدونیم آیا من میدونم بیام اونجا، آیا منو نمیگیرن بندازن تو زندان. من اسرائیلی هستم، یه زن 75 ساله هستم، ولی برادرم که اسمش کامران اسحاق، من خودم اسمم مهریه، خیلی دلم میخواه بدونم که آیا این بنادم وضعش چطوره، آیا حالش خوبه حالش بده. من تلفن این خانم رو دارم، برای من گذاشتن. اگر برادرشون صدای ما رو شنیدن یا دوستی به ایشون خبر داد، آقای کامران اسحاق
میتونن به ما زنگ بزنن، من شماره خواهرشون رو در اسرائیل بهشون بدم. اما بانوی عزیز، نکته رو بهتون بگم. در سرزمین ما، در جمهوری ولایت فقیه، حکومت شتر گاف پلنگ هست. در این حکومت یهودیانی هستند که در ایران زندگی میکنن، تجارن، پزشکن، غیره، به اسرائیل هم رفتن و برگشتن، کارشون نداشتن، ولی یه انسان بیچاره عادی بوده، پا شده رفته مادرشو ببینه یا برادرشو ببینه یا خواهرشو یا فرزندشو، برگشته پوستشو کندن، انواع بلاها رو به سرش آوردن. از نظر قانونی هر ایرانی میتونه به وطنش برگرده. اما اول برنامه داشتم میگفتم آیا من که 34 ساله درد غربت رو میکشم پر نمیزنه دلم برای اون خاک؟ من یه برادرمو 34 ساله ندیدم، دلم پر نمیکشه برای اون خاک؟ یه برادرم رفت و بخت دیدار آخرینش رو نداشتم. همه اینا هست و نمیدونم به شما چه توصیه بکنم. بانوی 75 ساله آیا بره ایران اذیتش میکنن یا نه؟ نمیدونم. به هر حال شما با گذرنامه اسرائیلی نمیتونیم بریم. ظاهرا بعضی از هموطنان یهودی ما که در اسرائیل هم هستن گذرنامه های ایرانیشون رو از طریق کنسولگری استانبول تمدید میکنن، کنسولگری ایران در استانبول. چند روز قبل یه دوست جوانی دارم ایرانیه که در اسرائیل است، یهودی ایرانی، بسیار انسان عزیزیست، مثل فرزندم دوستش دارم، میگفت که به خاطر یک مشکل مالیاتی هستیشو ازش گرفتن. متأثر بود، اشک میریخت. دو سال قبل چه زندگی داشت، بوتیک داشت، خانوادهشو اداره میکرد، مادرشو مراقبش بود، ولی حالا شکست دادم. و یه جمله گفت، گفت ای کاش میتونستم به وطنم ایران بازگردم. و این جوان که تو امریکا هم زندگی میکرده از ایران چیزی یادش نمیاد، ولی میگفت کاش برگردم به وطنم ایران. من کمتر دیدم کسی مثل یهودیای ایران اینقدر دلبسته ایران باشه و تعلق به فرهنگش داشته باشه. این موسیقی پابیر که در خارج از کشور در لس آنجلس هست یکی از اساسی ترین عوامل حفظ و پایداریش یهودیان ایرانی بودن که در کالیفرنیا اغلب وضع مالی خوبی دارن، بیزینس های موفقی دارن و همیشه در جشن ها و شادی هاشون، عروسی، برمیتسا، مراسم ختنه سوران فرزندانشون، در همه اینا از هنرمندان ایرانی دعوت میکنن و بعد میرن در کنسرت هاشون علاقه نشون میدن. این دلیل بر در خود اسرائیل. این دوستمون سید کریم رفته بود اونجا روز 13 بدر در پارکی در تل آویو یا بیت المقدس نمیدونم، میگفت آقای شیمون پرز هم اومد و اونجا با ما قاطی شد و بعد سید کریم میگفت اینا همشون هر جا میریم میبینی چلو کبابی گشته، عکس شاه و سرود ایران میخوند. در حال بانوی عزیز، امیدوارم شما به دیدار برادرتون و خانه پدری نایل بشید، همینطور من. هموطن بعدی. الان سلام عرض کردم، این پیغام برای آقای دکتر عزیزم نوزاد است. ارادت خاصی داشتم، همیشه به برنامه‌هاتون رو تماشا میکنم، خیلی دوستتون دارم، ولی دیشب برنامه رو دیدم از شما، دل آزرده شدم برای اینکه باز مجددن تعریف از یه آخون آقای دکتر علیزاده نوزاده این حتی توی زندان باشه، آخوندها رو نمیشه بهشون اطمینان کرد. همین مسئله پیش اومد که ما این بله سلام اومد بعد سالیان سال، ما به خمینی هم اعتماد کردیم، اگه خاطر باشه خمینی هم میخواست بره تو قم بشینه و دعا بخونه، اومد دست کار. برای آقای بوجردی واقعا من باش متاسفم، به زندانش کردم، ولی به این نمیشه، به آخوند نمیشه اعتماد کرد. یادتون نره، آخوند رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. متشکر میشم، خدا نگهدار. خواستم یادآوری کردم آقای دوست علیزاده نیست،
بره. ما به شما ایمان داریم، تو رو خدا این آخوندها رو نیارید توی تلویزیون. بله دوست من، اولا زمانی آخوند خطرناکه که بخواد بیاد حوزه سیاست، حوزه امور اجرایی، بیاد زندگی من و شما رو بخواد اداره بکنه و بخواد بر ما فرمان براند. و الا مگه در جهان مسیحیت یا یهودی یا زرتشتی و غیره مگه روحانی نیست؟ هست، به کار دین مشغولن و دعا میکنن و تلاش میکنن بندگان خدا رو با تعالیم کتاب آسمانیشون آشنا کنن. آقای بروجردی از روز اول گفت آقا من یه مولای سنتی هم، من میخوام دنبال خط دینم برم، نه به سیاست کاری دارم، نه دنبال بازی هم، نه دنبال اقتصادم، نه ناصر مکارم شکرفروش شیرازی هم، نه لاستیک فروشم، نه مثل آقای خامنه‌ای میخوام ولی فقیه بشم، من میخوام حسینیه پدرم رو اداره کنم، اونجا باشم، یه عده آدم هم بیاد بشنم براش رو صحبت کنم. درنچه او خطرناک نیست. آقای خمینی از اول میل خاقان شدن داشت، از روز اولیشون دنبال قدرت بود. این خیلی فرق میکنه. مرحوم آقای شریعت مداری هم بود، شما هیچ وقت دیدید ایشون بخواد به قدرت برسه، شاه بشه، خلیفه بشه؟ نه، آدم های خوب هم هست توشون عزیزم، فقط صرف لباس نباید ما رو وحشت زده بکنه. آخوندهای خوب رو ما نمیبینیم چون تو خونه نشستن یا تو زندانن یا وطن رو ترک کردن. همین عده‌ای صدها تنشون الان رفتن عراق چون تحمل ندارن توی قم، توی ایران زندگی کنن. من روحانی رو میشناسم، آیت الله سرفرازی، تو زمینش بیل میزنه، برنج میکاره، میوه میکاره، اونجا زندگی میکنه، در حالی که استاد همه ایناست، نه فقط تو علوم قدیمی، تو علوم جدید. هستن کسانی هستن که به قدرت خانوم نگفتن چون به اون مبانی اعتقادیشون اونا پابندن. هموطن بعدی. آقای نوری‌زاده سلام. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام پرسنل ایران فردا، یه پیشنهاد خدمتتون داشتم. من فکر میکنم تو بعضی از مسائل بعد یه مقدار بعضی مسائل عنوان کرد که کسایی که تو ایران هستن یه چیزه اطلاع داشته باشن. مثال عرض میکنم در اصول با سال روز فوت مرحوم ستار بهشتی، اگر شما تو تلویزیونتون اعلام بکنید که این مراسم چه روزیه، چه ساعتیه، کدوم قطعه هستش و در کجا برگزار میشه، شاید مردم بیشتری بخوام برن. من دیدم که آقای نوریزاد و خانم محمدی هم اونجا زحمت کشیدن، صحبتایی کردن و چقدر خوب بود که یه مقدار تعداد این افراد هم بیشتر میتونست باشه. ممنون میشم اگه به این مسئله هم این مقدار اهمیت بدید. با تشکر از شما، خدا. ممنونم دوست عزیزم. آقای ستار بهشتی 9 آبان 1391 دستگیر شد. که بلاگ نویسی که قبل از اون مأمور اطلاعات بهش گفته بود خوردت میکنیم، نابودت میکنیم، و اون گفته بود چرا، من حرفای عادی زدم. در 13 آبان اون رو به قتل رسوندن و این بانوی نازنین گوهر عشقی مادرش رو اینطور داغدار کردن. این زن ساده دل پر از عشق به فرزندش چه کار باهاش کرد؟ ما روز جمع شدنشون رو همون زمان اعلام کرده بودیم، ولی راست میگوید باید اینها رو مکرر اعلام کرد، باید اینقدر گفت تا به گوش همه برسه و در این مراسم شرکت کنن که نرگس محمدی ها و خود خانم گوهر عشقی و خانوادش و محمد نوریزاد ها، دکتر ملکی ها تنها نمانند. خانم نسرین ستوده همیتون. هموطن بعدی. من از تهران زنگ می‌زنم. آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده رو خیلی دوستش دارم، حرفاش خیلی قشنگه، امیدوارم که همیشه سلامت و پاینده باشه و برنامه‌هاش هم همینجور ادامه پیدا کنه و طوری بشه که ایشون برگرده ایران و واقعا این باید رئیس جمهور بشه. متشکرم. ممنونم خواهر عزیزم، هموطن گرامی، از لطفتون، ولی هرگز دعا نکنید برای من
که من جز حرفه‌ای که بلدم و این کار رو میکنم حرفه‌ای دیگر داشته باشم. برای مقام ریاست جمهوری و وزارت و نخست وزیری نامزدهای بسیاری در داخل و خارج کشور هستند و امیدوارم آنها که شایسته تر هستند در این مقامات به مردم خدمت کنند. بنده هم بگذارید صدای شما باشه. هموطن بعدی. آقای نویزاده، میخواستم خدمت شما کنم که این آقای شریعت مداری بوردیم به منبر میره، بهتر بود آقای خامنه‌ای رو بیاریم منبر بره. این برنامه نیست که شما بود، شما بود برنامه دیگه بزنید، برنامه سیاسی خوب بزنید. آقای شریعت مداری یه آخوندزاده از هر کارش بکنید همه کار خودش انجام میده. من بسیار متاسفم از این برداشت شما. آقای مهندس حسن شریعت مداری یکی از شریفترین انسانهایی است که من در عمرم شناختم. مال امروز و دیروزم نیست. من جز کسانی بودم که وقتی حزب خلق مسلمان متولد شد حضور داشتم. من روزنامه خلق مسلمان و سردبیرش بودم و در واقع سردبیر عملیش بودم، چون اسمن آقای سید هادی خسروشاهی سردبیر بودن، ولی عملا من روزنامه رو در می‌آوردم برای یه مدتی. بنابراین ایشون رو خیلی وقتی میشناسم. در خارج از کشور اتفاقا برعکس، آقای مهندس شریعت مداری هرگز هر روز به رنگی در نیامد. از روز نخست یک حرف زد، جمهوری خواه ملی بود تا همین امروز. روز به روزم با کسب دانش بیشتر، تجربه بیشتر، افقهای تازه‌ای رو شناخت و بر ما عرضه کرد. اتفاقا گفتگوی من با ایشون از جمله پربیننده ترین برنامه ها بود. کافیست به فیسبوک سایت ما مراجعه کنید که ببینید هنوز همینطوری دسته دسته میرن و میبیننش. من امیدوارم این هموطنمون اون اندیشهی که از قبل تو ذهنش هست که چون کسی فرزند یک روحانیست اینجور باش برخورد کنه، این رو از ذهنش بیرون بیاره. چه بسا فرزندان روحانیونی که به کلی اصلا راه دیگری داشتن. ضمن اینکه پدر ایشون آیت الله شریعت مداری نیست، یکی از شریفترین روحانیون بود. هموطن بعدی من. سلام عرض میکنم آقای نوری‌زاده، با تشکر از برنامه بسیار خوبتون که واقعا عالی، تعارفم نمیکنم، من از آلمان تماس میگیرم باهاتون، بیدار میشنم تا این ساعت که برنامه های شما رو تا ببینم. ولی من اگه دوام نکنین میخواستم دو تا گلگی از شما بکنم، ببخشینا. ولی تو برنامه شبانه خودتون که از 9:30 تا 10:30 تا 11:30 ببخشید، شما خیلی راجع به اعراب صحبت میکنین. خب از خواننده هاشون که ما اصلا اسمشون شنیدیم، نه تا آهنگشون رو شنیدیم، نمیشناسیمشون. و این سیاست مداراشون درسته منطقه خیلی مهمیه، برای دنیا مهمه، ولی ما مسائل ایران برامون مهمتره. مثل این که خیلی بیشتر خوشحال میشیم که راجب مسائل ایران صحبت کنیم تا راجب اعراب و خواننده هاشون و رقصنده هاشون. خیلی جالبه، ولی زیاد دوست داریم که راجع به ایران بیشتر بشنوید. ببخشید. حتما بیشترم خواهید شد. اما بذارید من یه توضیح بدم. این عرب ستیزی ما خیلی بده. این عرب ستیزی ما که متاسفانه با روی کار آمدن رژیم آخوندها ابعاد بیشتری گرفته، چون دین رو مردم با عرب قاطی کردن. من دوستان عربی دارم که انقدر اینا افراد آزاده‌ای هستن که من کمتر در اطراف خودمون مثل اونا میبینم. دوستی دارم که در یک سمینار بلند شد و وقتی من گفتم خلیج فارس، دوست من برگشت گفت ما در مدرسه وقتی میرفتیم شعر که میخوندیم، حتی شعارهایی که ناصر میداد، میگفتیم من الخلیج من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارس. همچه آدمایی هم هستن. این عرب ستیزی رو ما از ذهن دور کن. دو، ما بین سوئیس و ایتالیا و چکسلواکی زندگی نمی کنیم. در اطراف ما
پاکستان و افغانستان هستن، ترکمنستان، آذربایجان، این طرف عراق، بعد میریم ترکیه عراق، بعد میریم پایین شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هم مرز آبی ما هستن، در منطقه‌ای واقع شدیم که بیشترین ساکنانش عربن و کشورهایی مثل مصر مثلا با ما سابقه و ارتباط تاریخی دارن. آیا اگر من در ماه، مگه ما عرب ایرانی نداریم در خوزستان؟ مگه من موسیقی بلوچی پخش نمی کنم، ترکمنی پخش نمی کنم، کردی، آذری؟ یه بار آهنگ عربی پخش کردم یا از یه خواننده عرب مثل صباح گفتم که برای مردم فقط خواننده نبود، فقط تشییع جنازه‌ش رو باید می‌دیدید، از نخست وزیر توش بود تا رئیس اسقف‌های بیروت. خب اگر من اینو پخش کردم، یا راجب شاعری مثل سعید عقل 102 سال عمر کرده، 4 بار نامزد جایزه نوبل بوده، یکی از بزرگترین شاعرای زمان بوده، اگه من راجع به اون حرف زدم و شعرش رو که فیروز یکی از نامی ترین و محبوب ترین خوانندگان عرب، اونم درباره فلسطین خونده پخش میکنم، این خیلی عربیه دست. یادتون باشه ما باید چشمامون رو بشوریم، ذهنمون رو بشوریم. تبعیض نژادی بدترین چیزی است که انسان بهش گرفتار بشه و شوونیسم. من به ایرانی بودن افتخار میکنم، ایرانیم، اما آن ایرانی که ملت‌های دیگر رو بهشون احترام میذاره، تحقیر نمیکنه، ور نمیداره بیاد همین عرب که موش میخورده. یعنی چی؟ کدومشون رو دیدید امروز موش میخورد؟ شاید ما هم یه موقعی بدتر از موش میخوردیم، همیشه چلو خورش قرمه سبزی تو سفرمون نبوده. یا با نظر تحقیر به بقیه نگاه کنیم. من اگر انتقادی به پاکستان میکنم به خاطر نظامشه نه مردمش، به خاطر نظام آلوده و فاسدشه در میان همسایگانمون. یا ایرادی میگیرم به آقای مالکی میگیرم نه به مردم عراق. ما سرنوشتهای کم و بیش نزدیک به هم داریم. اگر داعش در عراق مسلط میشد فردا سراغ ما میومد، وقت ما چجوری بیخبر باشیم از این ماجرا؟ خواهر من شما نگاه کنید، ما تمام برنامه‌مون اکثر راجع به ایرانه. اگر در برنامه من اشاره به مسائل منطقه میشه، یک ضرورته که ما منطقمون رو بشناسیم، ما بدونیم دور و برمون چه خبری داره میگذره. من راجع به افغانستان هم صحبت میکنم، مردمانی با تاریخ مشترک، زبان مشترک، با بخش‌های عمده ای از ما زندگی اصلا مشترک داریم، گذشته مشترک. در حال امیدوارم این هموطن عزیزم که خیلی هم به ما برنامه ما لطف داره قانع شده باشه. هموطن بعدی. سلام و خسته نباشید به تمام کارکنان شبکه خوب ایران پرداخت. آقای نوریزاده، آقای چالنگی، آقای سازگارا و دیگران، به اتحاد جمهوری خواهان خارج از کشور بگویید که تا زمانی که شما با هم اختلاف متحد نمیشید و تا زمانی که با طرفداران نظام پادشاهی یک دل و یک رنگ نشید و فکر کنید که فقط شما از دماغ فیل افتادید و فقط شما به فکر نجات ایران هستید و دیگران برای ایران دلسوزی نمی کنند، ما مردم در داخل ایران با اینکه از این رژیم ولایت فقیه متنفریم اما هیچ کاری نمی کنیم و به همین رژیم راضی هستیم، چون که ما نمیخوایم ایران آینده رو صحنه خودخواهی ها و اختلافات شماها قرار بدیم. ممنونم هموطن عزیزم. توصیه بندم همیشه به فعالان اپوزیسیون این بوده که اگر اختلاف های بین خودمون رو کنار بگذاریم خیلی قدرتمون زیاد خواهد شد. یه کنفرانسی ما 2 سال پیش اینجا گرفتیم، این مرکزی که من مدیرشم، مرکز پژوهش‌های ایرانی عرب، و 50 نفر شرکت کردن که تعدادشون نمایندگان مهمترین احزاب اپوزیسیون بودن. 2 روز زیر یک سقف نشستیم و گفتیم و به نظر من انقدر این فضا خوب بود که بعداً منجر به نشست‌های دیگری شد
در استوکن، در پراگ، در فرانسه، در هلند، در بلژیک این تلاش‌ها صورت گرفته و دو جریان عمده اپوزیسیون یعنی جمهوری خواهان ملی و مشروطه خواهان اینا واقعا زمینه های مشترک بسیار با هم دارن و امیدوارم واقعا اینها این هموطن از داخل ایران زنگ میزن قابل توجه فعالان این دو جنبش. بله باید روزی رو آرزو کرد که اینها کنار هم بنشین. هموطن بعدی. الو سلام. خوشحالم مشکل داشتم که تاکید کنم خواهش میکنم از آقای دکتر نوری‌زاده این فیلمی که اومده بیرون از آقای امیر عباس انتظام که آقای دکتر نوری‌زاده و دکتر ملک محمدی رئیس دانشگاه اولین رئیس دانشگاه ازش تجدید کردن همسرش بغلش کار شده اینا خواهشن اینو پیدا کنیم این فیلمو پخش کنیم بر مردم خواهش میکنم ازتون متشکرم خداحافظ شما. بله آقای دکتر ملکی بودن اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب ما این فیلمو پخش کردیم اولین تلویزیونی بودیم که این فیلمو پخش کردیم چون مستقیما آقای نوری‌زاده لطف کرده بود فرستاده بودن و بعد از ما بی بی سی پخش کرد یعنی روز بعد از ما و ما این ویدیو رو پخش کردیم در باره امیر انتظام من هر چه بگویم کم گفتم این مرد بزرگ و آزاده و ملی و بنابراین بله وظیفه ماست. چقدرم خوشحال شدم دیرگاهی بود صداشو نشنیده بودم و چقدر جالب بود بعد فهمیم سخنم در برنامه روز جمعهش تکرار کرد. بنابراین ما وظیفه خود رو انجام دادیم به عنوان انسان‌هایی که راه امیر انتظام رو میپسندند و ستایش میکنند. هموطن بعدی من آقای دکتر علیزاده نوری‌زاده با سلام بر شما. در برنامه تفسیر خبر جمعه آقای محسن سازگارها اعلام کردن که قاتل معلم بروجردی رو دستگیر نکنن و متواری شده. در صورتی که امروز یه شخصی از بروجرد زنگ زد با آقای سعید قائم‌مقامی از در رادیوی ایشون صحبت میکردن و خبر داد که این جوان 15-16 ساله رو در ملایر دستگیر کردن. اینو میخواستم به شما بگم با آرزوی موفقیت برای آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده. سپاسگزارم هموطن عزیزم از اطلاع رسانی که کردید. من خبر نداشتم و حالا میگم تحقیق میکنیم که ببینیم حقا دستگیر کردن این دانش آموز خاطی رو. کسی که معلم خیش را بکشد چه باید گفت؟ ما سالها شنیده بودیم آن که به من حرفی آموخت تا ابد مرا برده خیش کرد. حالا برده که معنای بردگی نه، به معنای که منو در واقع مرهون خود کرد. من علمنی حرفا، میگن از سخنان حضرت علی است. بله هموطن بعدیم. عرض ادب احترام دارم جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز. جناب دکتر من یک خواهش از شما داشتم. در برنامه امروز آقای چالنگی و آقای خانساری من شما خواهش میکنم این مصاحبه رو حتما نگاه کردید و روش تأمل بفرمایید که من نمیدونم این اگر شما یک نفر موافق با این رژیم جمهوری اسلامی بیاد خب همه میدونن که این طرفدار رژیم هست ولی ایشون خیانتکار و اصلا انگار نه انگار که اصلا این رژیم میخواد بمب اتم درست کنه. دوست من لقب خیانتکار شما به کسی ندید. این واژه بسیار سنگینه. این ادبیات جمهوری ولایت فقیه، ادبیات حزب توده است، ادبیات مجاهدینه. ما از این ادبیات نباید استفاده کنیم. آقای دکتر خونساری یک دیپلمات سابق هست، فعال سیاسی است، از دیرگاه هم میشناسیم. واژه ها رو سبک سنگین بکنیم، همینجوری پرتاب نکنیم. ممنونم ازت. هموطن بعدی. درود بر شما جناب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و درود بر همکاران عزیز و صمیمی شما یکایک در تلویزیون ایران فردا. جناب نوری‌زاده عزیز سوالی رو از جناب علی دارم.
امیدوارم پاسخش رو بفرمایید، چون مدت های مدید 35 سال این سوال در ذهن من مونده و روز به روزم این بزرگتر و بزرگتر میشه. جناب نوریزاده عزیز، در اوائل انقلاب زمانی که سران ارتش رو سلاخی میکردن، جناب علی بر حسب وظیفه روزنامه نگاری و بر حسب وظیفه میهن پرستیتون برای از خونم شرح گزارش و آنچه رویداد شده در تاریخ نگاشته بشه در اونجا حضور داشتید و این رو بعضی از کوتاه فکران به شما ایراد میگیرن، ولی برای من ایراد نیست. برای من وقایع نگاری بود اینا. برای من ایراد اون شخصی است که اول انقلاب به عنوان نماینده ملت ایران در سازمان ملل متحد کرسی رو اشغال کرد، ولی هرگز از این سلاخی ها رو اونجا عنوان نکرده و بلکه حقوق و مظاهر خودش رو از بودجه ملت ایران میگرفت. ولی چطور کرسی و نمایندگی هایی که در سازمان ملل هست مشکلات کشور خودشون رو اگر ببینن به ضرر ملتشونه داد میکنن؟ به همین شخص در تلویزیون وایس آف امریکا و ایران فردا میاد از حقوق مردمان غزه فلسطین دفاع میکنه. بله جا داره، حقم هست، باید دفاع، ولی چرا اون روز حقوق و حقی ملت و خصوصا سران و ارتشیان از درجه دار، افسر جز، پاسبان، گروهبان سلاخی می شدن دفاعی نکرد؟ من هرگز برای این سوال خودم جوابی پیدا نکردم. امیدوارم که جنابالی با اون اندوخته پیشینه سیاسی که دارید راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم، موفق باشید، برای شما بهترین روز آرزوها رو دارم. خدا نگهدار. متشکرم هموطن عزیزم. چون شما اسم نیاوردید از اون شخص، من هم اسمشون رو نمیتونم بیارم چون شما ذکری از اسم ایشون نکردید، اما میدونم چه فردی رو میگوید. ببینید عزیزم، ایشون و مجموعه دیگری همه جزو کسانی بودن که با انقلاب آمدن، یعنی در واقع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان بودن یا دانش آموختگان در امریکا با آقای دکتر یزدی در ارتباط بودن و طبیعتاً بعد از انقلاب روحیه انقلابی داشتن و بالمعال خیلی هاشون اعدام ها رو توجیه میکردن متاسفانه. ولی امیدوارم یه وقت فرصت پیدا بکنم مستقیماً با خود ایشون صحبت کنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. من که واقعاً لذت بردم از شنیدن پیام های شما. علیرضا نوریزاده، تا هفته آینده همین جا و همین ساعت های این برنامه، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.